که پنج برسه به نیم ساعت کجا برید؟ همون جا میشینید، دلت تنگ شده براش، خیلی وقت ندیدی. یه مسافر خیلی معشوقته، محبوبته، مخواد بیاد از مشهد بیاد روزگاری بحرین، شما قبل از که پرواز بیام بچینه روی زمین، شما تو فرودگاه یک ساعت قبل از پرواز میشینه تو فرودگاهی، دلت میخواد، دلت تنگ میشه را شوق گرفته دید، درسته؟ کی چشمت روشن بشه؟ وقتی که میبینیش، تقویلش کنی، تحوینه، عدل برده. هدف از وجود ما لقاء الله تو بهشته، روح مخد عروج کنه به عقل. خب تو این دنیا نمیشه عروج کرد، اما شما نمیتونه در ملاقات الله کی میتونی؟ باید این عالم تکلیف تمام بشه بریم تو عالم غیر، درسته؟ چون عقل غیر، روح هم غیر، اینا چیزهای غیبی. کی چشم ما روشن بشه؟ تو همون لقاء حبیب است. لهذا این شب نوشن بعد نیست بگم وقتی که امام حسین روی خیمه ها یعنی دور ور خیمه آتش زده که اصفهان نیاد، شب نوشن گفت یا ابن فاطمه تعجلت بالنار، شما خجوری بری جهنم، تعجلت بالنار. گفت امام حسین لا و انما ابد على رب کریم، من نبیش رب کریم لنه انت فصل النار مولانی سرجستی. لهذا یکی از مایش ما اگر واقعا اولیاء الله هستیم نباید از مرگ بترسیم، باید زود ببینیم که به لقاء الله برسیم. آیش کجاست؟ اگر بگی تو سوره جمعه است، یا ایوه الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر ما شما ادعا میکنی اولیاء الله هستی، احباء الله هستی، راستی، باید از من نترسی. نه، مرگ کمفره است، مرگ مثل پله که روش رد میشه به لقاء الله ترسی. اگر صادقی، اگر راست بگید این کنتم صادقین، ولكن چی؟ ولا يتمنونه بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. پس این یکی مسئله ما که این عالم تکلیف باید تمام بشه، چون هدف از این عالم تکلیف ملاقات الله. آیه داریم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی جنتی. یه جنات سر رقمه، فردوس، جنت الفردوس داریم، جنت عدن داریم، جنت الخلد داریم، یکی هم جنتی داریم. این مخصوص خداست، این خاص به خداست. چطور شما حالا بعد نیست بگم این سرم نداره صاحب سمو بیارم تکار، اگر شما مخیبری رفاع غربی دیدنی صاحب سمو شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، بعضا اوقات میری تو همین کجاست استقبال عام، میذاره تو همین فضایی خیلی بزرگ داره، خانجاها هم میشینه وسط، مردم هم میان خشمیشو بوس کنند و فلان بوس کنند و خیلی خوشحال. بعضا اوقات نه، شما یه شخصیتی چیزی دیگه مقام داری، فلان داری، نمیره پیوه تو یه اتاق دیگه ملاقات خصوصی فهمیدن. باز هم اگر فامیل هستی و خیلی حاجه ها دوست داره، نه برده کمونه، برده خونه خودش، اونجا چیزی دیگه است. همین سر، این همین سر به مثال تقریبی الله، وقتی که شما خدا دوست میداری قشنگ و واقعا همین وقت لن فی سبیلی که توفق لنا این واقعا داری، خدا جنتی بیده فرد
اردوس نمرده، پل نمرده، عدن نمرده، پیش خودش فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر. این جایی بخصوصی اگر تو واقعا عاشقی داری این مرس، ما عاشق نیستیم، ما تاجریم، راست ما تاجریم. نماز بخونیم که جهنم نریم، نه که نماز بخونیم که خدا بگرده. شما باید نماز بخونید چون خدا گفته و خدا لیاقت عبادت داره. حالا چه جهنم باشه چه جهنم نباشه، این میانه، این میانه. اون که از مشهد آمده شما قبل از فرماد بشینه پایین یک ساعت اونجا واسدی چون دوستش بداری، نه که پول بده، نه که چک بده کار طرف داری. گفتنم طرفش دارم باید همونجا که بره فراح نکنه پوله بده چون دوستش داری. ما باید اینطوری باشیم، همینطوری که امام علی میگه الهی ما عبدتو که خوفن من ناره ولا طمعن فی جنتك و انما وجدتو که احلن للعبادتی عبدتو. اینطوری باید باشیم، مشیعی اینطوری باید باشیم. و الا اگر تاجر بشیم باید یعنی ضرر من اخیه دفتن نماز نمخونه. حالا اینا دیگه ما سلککم فی سخن قالو لم نکم من المصلی. ما بین از دو دفعاتیز جوانهایی که نماز نمخونه من حاضرم نماز یادشون بدن. چطوره؟ خوبه؟ اوکی؟ چون واقعا یه تحصیح ما یعنی مستخفت به نماز خوب نمیرسه به نمازش، یه افر نماز نمیخونه. این هم بیان بخرد این مجالس امام حسین مجالس هدایت و ارشاد توجیه. امام حسین میدونی قلب عاشورا بود اصلا تو همون معرکه است. وقتی که یک از اصحاب افتاد دید تو کبد شما گفت حال وقت اصبلا یا ابن رسول الله و احسان امام حسین نماز خون، نماز خون. امام علی تو معرکه صفین و احسان نماز خون. گفتن یا علی چطور شما نماز میکنی تو قلب معرکه است؟ گفت ما قاتلناهم الا لعلم الصلاة. ما با اینا دعوان نداریم خاطر نماز دعوان نداریم. بس این جوانهایی که نماز نمکنن بیان تو خرد جدی باشند و بیان تو خرد و عبادت خدا لذت داری. بیت بگم من یکی از علما میگه خیلی بد بد نیستیم، یکی از علما میگه اگر این ملوک، اگر این ملوک یعنی بدانند ما چه لذت هایی داریم در عبادت ما رو بکشند که این لذت ها داریم. ما یعنی علمای اولیاء الله واقعا تو عبادت و مناجات کردن لذت ببرند. چه لذتی که اگر این طغات و ملوک بدونند این لذت چطوری دعوا بکنند با اولیاء الله که اینه بشون. شما وقتی پای نماز بخونی نه روی اشباع احلامت راه دیدی قطع باید روشت رو نفه. شما بیا خدایی که تو رو خلق کرده، تو رو ساخته، لطف کرده، همه نعمت بهت داده، ها انشاءالله کم السمع و الابصار و الافید خدا چه تقصیری کرده نمیانده دو رکعت نماز بخونیم باش. این هم دو رکعت نماز اثر میکنه ان صلاه تنها عن الفحشاء والمنكر میرزه این نماز. بس بیاییم تو خط تو من هم در خدمت شما هستم برگرده بس مرده. پس هدف ما ملاقات الله هست و گفتم این ملاقات الله بستگی داره ما چطور این تکالیف انجام بدیم.
بعض أوقاتنا أو فن النار طبعا من جنة لكن درجة بعد نيست ولی با اوجه لذت نمیرسی با اوجه کمال نمیرسی میبایستی و جدت که اهل لعبادتی فعبدت مستاقی. خب پس این مرگ چی شده؟ این مرگ شد نباید شما ازش بترسی چون این مرگ یه واسطه بین حبیب و محبوب است که زود شما از این قربتشی برسه بکی به الله برسی. پس این هایی که میترسن از مرگ بیان عاشق نیستن، حبیب الله نیستن، اولیاء الله درست حسابی نیستن. پس ما باید یاد بگیم از مرگ نباید میترسیم، برعکس. امام علی چه میگه؟ خیلی حد خوبی بود، میگه لألف ضربت بالسیف احب الی من میتت علی فراش. میگه هزار ضربه به من شمشیر بزنن شهید بشن بهتر است که روی دوشک بمیرن و روی تخت خواب بمیرن. هزار ضربه با شمشیر ما رو بزنن شهید شد. اصلا خوشحال میشه امیر المؤمنین وقتی که ابن ملجم لعنت الله علیه ضرب الامیر على رأسه فخضب لحيته من الدماء. چه گفت؟ گفت فستو و رب الكعبه. بیروزم و نصورم بزن بشین شده ما باید انطوری باشیم. پس قضیه مرگ نباید ازش بترسیم، برعکس ما هم یک از عقاید ما اینه و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الموت حق و ان الجنة حق و ان النار حق و ان البعث حق و سؤال منکر و نکیر حق. پس شما اگر حق باشه چرا از شما نباید بله در روایات ما فقط در یه صورت این ترس اشکالی نداره. این ترس اینه که انسان مؤمن از مرد میترسه به خاطر این یک کارهای صالح داره میخوای انجام بده. اون اگر مرگ زودتر آمده دیگه نمیرسه اون کارهای صالح اتمام کنه. پس این میگه مرگ نیاد الان، بذار این کارهای صالحمون انجام بدن به تمام و کمال، بعد چی؟ مرگ بیاد. پس میترسه از مرگ قبل از به کارهاش بره. در این صورت اشکاله آدم مؤمن از مرد میترسه به این فرصت هست واقعا. مثلا فرض کن شما بخوای الان مثلا نفتر الله اکبر جهاد واجب شد، شما بخوای بری جهاد کنی که در رای خدا کشته بشی، ها؟ شما هم خودتو آماده کردی و خیلی بری میدان دنگشی جهاد کنی در رای خدا کشته بشی، میترسی مرد بیاد قبل از که به میدان برسی. این ترسش کار ندارم، بگو خدایا روی این دوشک نگیرم، بذار من برم جهاد کنم و هم تو میدان معرکه بگیری. پس این ترس خود این میترسی واقعا انسان مؤمن من به ترسدش. اما الان میترسه به خاطر اینکه مثلا یه دبه من خواست یه سلام فرقیش سه تا سلام بس قضیه تو یه عده من ترسن میگم حاجا نصابه نمی کنم، ما هنوز جوانی، هنوز امید داریم، زن داریم، بچه داریم، هنوز خودمون تمام نشد، بذاری آخر توی این بلدا برم بگم برم نگاه کنم. بابا این بل خدا بلا بهتر داره، حور العین داره، بهتر زن به هزار زن پر عیب داره. اگر مقارنه کنی با
بحور العين قال لنا راح اتنجح. اولا بزار بقى حور العين دي. لقاطه اين حور العين؟ شرا حور العين دكتور؟ سجلها لك وشاء الله. شرا حور العين دكتور؟ عين يعني واسعات العينات. چشمشون چشمشون خیلی روشن. چیزی که جلب میکنه اول چشم. سجد انا کار نداره به مقاشتر بحث ما خراب نکنی گوش بحث اول بگه حور مقصورات فی الخیام لم یقمتن انس قبلهم ولا جن. اینها قاتل هستن يعني لا از انس لا از جن انها رو دي فاكي فاكي بس دیگه چه مخواه؟ بعد انها پاکه و ازواج مطهره از حیض و نفاس و عیوبای دنیا است پاکه همیشه پاکه. بعد این عربا اترابا عربا بیدو چیه؟ خیلی خوب چیزیه. عربا يعني تعرف لك عن محبتها بلسان حالها. نبي زبون دوست الدرم من المراتنا زبان حالش اعراب مكرم. ليه زبان حال؟ نبي زنان تسوية فيها. يعني حالا ببي من دوست الدرم. ليه كيف تقول كيف؟ من آيات آيات قاصرات الطرف چیه؟ طرف یعنی چشم. یعنی فقط چشمشون سید مستقیم بشو از دیگه این طرف این طرف نگاه نمیکن. اینا شاره چشمشون میره از من بدون نه همه کنها یعنی یعنی ببخشید ها یه سلام بفرست. حور العین بعد نیست بگم لا حول ولا قوه الا بالله. در روایا الله اکبر چه میگم تکسر من بگم دوباره حسودیشون بیاد بخیر خیلی میگه در روایات ما بذار به عربی بگم چون روایت به عربی لو تفلت الحور في البحر لحلو ماء البحر. اگر دوم کنه تو دریا دریا شیرین بشه دیگه چی بخواه؟ یا الله یا الله ولی طاعت میخواد اهل نماز مواظب باشی بس مگه علکیه شرط شروط بگم روایات روایات مال خودم نیست. من فقط موزع برین هستم. دیدی موزع برین چطوره؟ نامه ها برسانم به اهلش اهل بیت میگن میگه روایات لو ظهرت ساق الحور العین للدنیا لغشی على اهل الدنیا من شدت نور. دیگه چه اصلا مست میشی شما وقتی که دارد میاد میاد میدونی روایت الحوار مع الحور العین یستمر 500 عام اونم از عوام آخرت دنیا که هر روز آخرت 50,000 سنه به ما تعدون برای شما 500 سال حساب کن هر سال چند روز 360 روز هر روز هم 50 این مال مختاره کار مختاره چون یه بحث داره تو قرآن مال ارقام و اعداد خیلی بحث خوبی انشاءالله کتابش چاپ میشه استفاده 500 سال فقط حیوان ممالک بعد یا الله زمینی دنیا چطور شاید تو برلت بکن بابا من نمیگم دنیا نداشته باش دنیا داشته باش ولی قلب پیش بهشته قلوبهم معلقه بالرفیق اعلا
عظم امير المؤمنين اللي كمان عظم الخالق في انفسهم فصدر ما دونه في اعين امير المؤمنين. شما بوش کن وقتی که تو فکر آخرت رفتی خیال نکن یعنی دنیا گیرت نمیاد، نه دنیا خیلی خوبم گیرت میاد. حالا امیر المؤمنین زرد کردی هم ریاست داشت، هم بهترین زن داشت، هم بهترین اولاد داشت و بهترین ثروت هم داشت. یه باغ داشت امیر المؤمنین که سال هشتان هزار دینار واردش مال اون روز لكن ضرب طلب العرش هم نكن. ربنا علمهم ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب يا للدنب وقنا عذاب النار. ده تفسير إمام صادق سلام الله عليه أعطنا في الدنيا حسنة بالمشيء الزوجة الصالحة زن صالح بهترین نعمت زن صالح. حالا ما نمیدونیم خیلی ادر زنا فقط لیست بلدن بده لیست چیه؟ فقط جیب تو خالی کنن دین تو پر نمیکنن فقط لیست مخد عروس بشه باید نفنوفه یعنی پیرهن عروسی باید چند؟ 500 دینار میرن عربستان هم میخرن شاید منتره اون هم 400 ریال چی؟ 4000 ریال چی خبر؟ این تو شیعه ما نگیس اون نیار یا خونه ما بردشتیم بابا شما تو فکر آخرت باشی زرن نمکن هر کی زرنگ عاقله تو فکر آخرت شما آخرت حالا ما این الان فکر آخرت ما نیستیم ما کارمون آخرتی ما اصلا وقت و آخرت لیکن از هم بابا هم زوجه و اولا نه علا اگر یکی بسید نیست چهار تو بیدی عزیز اولا تو آیه داری و انکحو ما قابل من النساء مثلا بطل عزم ورغم صيغها ما شاء الله فما استمتعتم به منهن قاتلون يعني زهر بلدة طيبة ورق كريم ورقوك هو كريم بالاخره ما بقيت في الاخره خلاص بحكاتين بأسنا بحث إنا لك مجلس ما عالم التقليد تمام شد باید بریم به عالم غیب چون هدف ما برسیم به الله بشت قبل از که برسیم به اون عالم یه عالم دیگه به عالمش عالم برزخه این بوابة جنه عالم برزخه يعني اون ملاقات الله تو بهشت في مكان صدقين این عالم برزخ مقدمات اون عالم فلسفی چطور شما علی برزخی مثال بزنه هم دیگه مثال صاحب السمو دیگه نداریم ما چون رفت داره اگر شما یه ملاقات داری با صاحب السمو میزنه تو همون صالح بزرگی یه دو سه ساعت بعد به بدن تو اتاق خصوصی عین عالم برزخ همینطور یعنی مع التشبیه البسیط عالم برزخ از مرگ شروع میشه تا بداية یوم یبعثون تا اول یبعث الله من فی القبور این عالم برزخ و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون یوم یبعثون کشور سیقون عالم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إن عالم برزخ مدن الفلسفة الشيء أنا بيتفكر بعد أوقات الجامعة بالأخرة تتقاليكم على نماز من روزمون شكست دل
شکست داریم آنجا. اینجا به دهکاری کجا جبران میشه این کسری تا عالم برخه. لذا مادر وصیت نوشتن برای اموات خیلی مستحبات داریم، کارهای خیلی قرآن قرآن صدقه دادن بکن برای اموات تون استفاده بکنن و جبران نفسشون متجسده. عالم برزخی عالم تکمیلی بیش میگن، یعنی برزخ یعنی ما اگر به اون صورت باید و شاید نبودیم برای لقاء الله تو عالم برزخ چی؟ تکمیل رو میکنه. لذا در روایات ما از امام صادق سلام الله علیه اگر یکی از شیعه قرآنیات نگرفت دنیا تو برزخ یادش میده، یعلمون فی البرزخ القرآن. چرا؟ که تکمیل بشن، تکمیل شدن که آمادگی به قاب الله داره. این خیلی مهمه. لذا ما در روایات ما ارواح میتین اینایی که تو قبلن ارواحش روز جمعه در روایات فکر کنم هر روز دوشنبه میاد روی خونه خودت میاد، یعنی پدر بزرگ اونایی که مردن روحش میاد روی خونه خودت روی سمای دنیا میاد، میگه برای ما قرآن بخونید، صدقه بدید، رد مظالم بدید، ما به دهکاریم، از شما توقع داریم. به زبان حالشون ها در روایت ما هست میخواد تکمیل بشن. شما با همین اهدای خیرات مبران اینها حالشون بهبود میشه. لذا ما داریم در روایات ما قرآن خواندن برای میت ثواب داره، برای میت در روایات یوسع علیه فی قبره و روحه تفرح به قرائت القرآن، روحش شاد میشه. پس عالم برزخ یه عالم جبران کسری دنیاست در واقع. این فلسفه عالم برزخ و عالم برزخ گفتم بوابتون الى یوم القیامه و در احادیث ماست از امام صادق به شما خطاب میکنه، میگه انی اخاف علیکم البرزخ، من میترسم شما وارد برزخ بشی و حالتون نابرش. چون اول ورود عالم برزخ همین سکرات الموت و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. بعدین در روایات ما این سکرات الموت خیلی سخت در واقع برای انسان مؤمن. از امام صادق امام کارم سوال کردن که آیا انسان مؤمن محب اهل بیت آیا این یعالج نزعات روحی، یعنی مثلا اذیت میشه دردش میاد درد داره این نزعات روح؟ گفت چرا بله، ولی برای انسان مؤمن کفاره گناهش اینه هست. درم اتفاق رو میکنن که آماده بشیم برای لقاء. حتی فشار قبر از امام صادق آیا مؤمن هل یصیبه وقت القبر؟ گفت بله. گفت چطور؟ گفت کفارت لذنوبه. لا حول ولا قوة الا بالله. من الروايات دیدم دال الله بالعالم استغفر الله ربي واتوب. در روایات دیدم که این فشار قبل ماله سه چیزی: بد اخلاقی بازن، سوء الخلق معزوش، و النمیم سخنچینی، و الغیب غیبت کردن. خیلی مشکل ما باید از همین شب اگر بعد راستاری کنیم بازنه و بعد از همین امشب تصمیم بگیریم که خوش اخلاقی باشه، سخنچینی حرفی یا یه حرف بری نباشه، غیبت هم نکن بعد ما پر عیوب هست، هر که خودش به عیب خودش نگاه کن. حدیث داریم المؤمن مشتغل به عیب نفسی، مؤمن به خودش مشغول،
ما عیب زیاد داریم، غیبت نکنیم، نمیمت نکنیم. حتی اگر یک کسی میخواهش خرچه کنیم حرف نمی کنه، به حرفش گوش نکن. حدیث داریم، من نمبلکه نمبلک، هر که به شما حرف بیاره حرف شما هم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. اين اي كنا ماما سحنجينا المخان يقدر ولا المفرقون بين الأحب في الحديث لا يدخل الجنة نمام. يسي نمام وارد بيش نمش ما سحنجيني دارين خصوصا بين الثلاث ان دي دار غيبة و نمیمه بین الزناد زیاد. فشار قبل مالی بد اخلاقی بازن یکی دیگه هم هست الان یادم آمده، بد اخلاقی و غیبت و نمیمت و عدم اعتنا به ترشح البول در روایات ما هست که اگر کسی بره تواله بعض اوقات مثلا در حالی که کار انجام بده ترشح میشه، بول ترشح میشه، میگه عدم اعتنا به این ترشح موجب فشار قلب. اگر انسان به پاکیزگی و نظافت رعایت نکنه فشار قلب داره. میدونی معنیش چیه؟ اگر انسان به پاکیزگی رعایت نکنه چطور به نماز و روزش و تکالیف بده؟ به همین مسائل کوچیک اگر شما رعایت نکنی حتما مسائل بزرگ هم رعایت نکنی. چهار چیزش بد اخلاقی بازن، نمیمت و غیبت و عدم الاعتناء به ترشح البول، این موجب فشار قلبه و اعتراض به. و در روایات تفسیر این آیه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، این معیشه ضنکا عذاب قبر است. خیلی مهمه، باید ما خیلی مواظب باشیم. در روایات ماست القبر اما روضا من رياض الجنة و اما حفرة من حفر النيران ولا يعلم. يا روضا بستان باغ از بهشت است، روضا من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران ولا يعلم. ما باید تو فکر قبرمون باشیم، همینطوری که تو فکر پول و ملو و ساختن و ماشین، به اندازه همین باید تو فکر عمرانه اون خونه ما باشی. شما نبولید به دردت بخوره، ما اغنا عنی مالیه، مقاقت هم به درد نمخوره، هلک عنی سلطانی، با عمل صالح. و من یرجو آیه داریم، و من یرجو لقاء الله فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هم اخلاص در عمل داشته باشه، اخلاص داشته باشه، اعمال و قربت الی الله باشه، در محض رضایت خدا باشه. ولو یه بچه بدی در راه خدا هست هم محض رضایت خدا، بخاطر که میخوای به لقاء الله برسی. لذا شعار امام حسین سلام الله علیه خطاب میکنه به الله، تركت الخلق طرا في الهوى كأوين، سلام الله عليك يا رسول. تركت الخلق طرا في الهوى وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني از قوم استسقا کنه، میگه الان من به شما جنگ دارم، من به شما دعوا دارم، این بچه بی گناه چیکار کرده؟ استغاثه میکرد، میگه هل من قطره من الماء یروی بها کمن هذا الطفل الصغیر. ملا عبدی حیل اشعار قشنگ داره، میگه شال شال طفل حسین بيدي خاطب جموع
يموت ضعفي وذنب منه ما راشده. ويل ويل قلبي من ربع طفله مقلط وحسنه. الصيح كان الذنب مني هذا طفلي ماله. اويلي صيح كان الذنب مني هذا طفلي ماله. عجلوله عجلوله بقطرة مية ترى عمره من الضمح يابس لسانه وانت من المدبر. من الضمح يابس لسانه. ايوا مصيبتا ايوا سيدا. من الضمح يابس لسانه وانت من المدبر. كيف الجواب؟ قال عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم. ابرز له سهم الله اكبر اول له ثلاث شعر مسمومه والحسن رافع الطفل الرضيع. ما التفت الحسين الا والسهم لابس في رحم الطفل الرضيع. ايوه مصيبتا ايوه حسينا. من قلبك شدت تشوف مسكر تسقط. يا